مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. تصویر نوجوان تو در سالهای دور در پیش چشم من تحلیل می رود، با شهر قصه در شب تبدار، از شارع بهار تا خانه آلیک همراه با تو بیژن و بهروز آمدی. بیژن با سوز عشق جمیله خود می گفت، تو در جستجوی آهوی غمگینت شال و کلاه کردی و با اسب تاختی. در سالهای طاعونی محمود آب شد، تا خواستم بپرسم افتاد و خواب شد. علیرضا نوری‌زاده، 26 ماه اکتبر، 4 ماه آبان به شما سلام میکنم. تولد محمود استاد محمد بود، رفیق دیر و دورم. شبی که برای اولین بار به دیدن شهر قصه رفتیم، همه بچه ها حال و روز دیگری داشتن. یه کار تازه متفاوت، بیژن مفید، اون صدای پرسوز دیگه این دل واسه ما دل نمیشه، از زبان آقا موشه مفید ها همه بودن. بیژن یه پدری داشت مرحوم حسین که شاهنامه خون بود، لوتی بود، پهلوان بود، و این فرزندان همه شاهنامه رو از پدر به عشق برده بودن. الان اردوان رو میبینید، شاهنامه به دستشه. بیژن، بهمن، همشون بچه های نازنین و دوست داشتنی. محمود استاد محمد جوان بود، خیلی جوان، همسن و سال ماها بود و تو شهر قصه بازی میکرد. یه تیکه محمود رو ببینیم، بعد بریم برنامه جدی پنجشنبه‌مون رو شروع کنیم. به یاد من. آره داشتیم چی میگفته؟ بنویس. ما رو دیوونه و رسوا کردی علیته، ما رو آواره صحرا کردی علیته. آخه ما واسه خودمون معقول آدمی بودی، دست کم هرچی که بود آدم بیغمی بودی علیته. سر و سامون داشتیم، کس و کاری داشتیم. های دیگه یادش به خیر، ننمون جرابمون رو وصله میزد، ما رو نفرین میکرد. بابامون خدا بیامرز سرمون داد میکشید، بهمون فوش میداد با کمربند. آهو جان، تولد یار رفتت مبارک باد. همیشه زنده است محمود، همیشه. درود بر آهو جان. این خواهران چه نازنینانی. از نیکو بگم، اون صدای جاودانه، صدای جاودانه. پلوی زایشگاه تهران یک رستوران بود، صاحبش یه ارمنی دندان پزشک و یه رستوران باز کرده بود. بیشتر با دکتر خویی اونجا می رفتیم.
نیکو هم میومد، نیکو خردمند شهیدی هم بود، اردشیرجان مؤسس هم میومد. و یک شب که آهو آمد و حکایت عشق او با محمود بر سر زبان ها بود. از تئاتر گفتم، یک کوتاه هم از ادبیات بگم و برم به استقبال مهمان پنجشنبه های عزیزم. یک کتاب در اومده، بسیار کتاب جالبی است. هوشنگ انصاری اومده قصه هایی رو در آورده، یا بخشی از قصه هایی رو در آورده که حکایت 28 مرداد متن اصلی اونه. شما مثلا همسایه ها رو میبینید، 28 مرداد در همه جا حس میشه، حالا راجبش شعار نمیده ولی هست، مال آل احمد هست، حضورتون عرض کنم احمد محمود که از دولت آبادی هست. کتاب جالبی است. اینا رو کنار هم چیدن کار قشنگی، برید بخونید. این کتاب به دستتون میرسه حتما بگیرید و بخونید. دکتر سازگارای عزیزم، درود بر شما و ببخشید یه مقدار ابتدا بنده بالای منبر ادبیات و تئاتر رفتم. اختیار دارین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوریزاده، خدمت همه بینندگان عزیز. شما بنده هم بردید به حال و هوای دوره دبیرستان که شهر قصه رفت روی پرده و واقعا یک تحولی بود، یک نقطه عجیبی در تئاتر ایران بود. و بعدم فضای اون روزها که خب ما همش دنبال گوش و کنایه ها میگشتیم و روباهی که ملا بود توی بله. اون تئاتر و اون سبک نوش، و بعدم نیش و کنایه هایی هم به حکومت و وضعیت بله. استبداد و بل فوق العاده. فکر نمی کنم هم بالاخره به قول فرانسوا تروفو میگه هنر چیه، میگه هنر صحنه ای از فیلم جویندگان جان فورده که تمام آقا. فیلم جان وین دنبال ناتالی بود میگرده تا بکشش، تو صحنه فینال میبینش، دلش به رحم میاد، بغل میکنه و حرکت میکنه. خیلی برای که مهمترین فیلم های تاریخ سینما و واقعا هم هنر قابل تعریف نیست. شهر قصه نمیشه گفت کجاش قشنگ بود، چگونه بود، آیا یه مجموعه فوق‌العاده‌ای که بالاخره یه شاهکار خلق شده بود دیگه، شاهکاری که در تاریخ تئاتر ایران قطعا میمونه و جاودانه شده و تو وجود همه ما هم جریان داره. این جالبه. بله. حداقل نسل من و شما و یه نسل پیش و یه نسل بعد با این زندگی کردیم. و روی یوتیوب هم آقای دکتر نوریزاده هست، به خصوص نسل جوان رو باید دعوت کرد اگر ندیدن شهر قصه رو به راحتی، البته تو ایران باید با فیلتر شکن از یوتیوب رد بشن. ولی اگر ندیدن روی یوتیوب تمام تئاتر هست و واقعا دیدنیه، یعنی مثل هر شاهکار هنری دیگه چندین بارم آدم میبینه سیر نمیشه، چون یه چیز تازه پیدا میکنه. دکتر سازگار، هفته عجیب و غریبی بود. حالا میپردازم به مسائل منطقه، به سفر آقای تیلرسون، به جلسه ریاض، ولی چیز مهم به نظر من این بود، زمزمه ای همه جا شنیده میشه که آقای روحانی خیلی داره عقب گرد میکنه. الان مسئلهش با آقای جهانگیری شده یه مسئله اساسی، با وجود اینکه آقای نوبخت تکذیب میکنه یا بعضیا میگن، ولی حالا خبرها بیرون اومده که تا آخرین لحظه آقای جهانگیری از اسامی وزرا خبر نداشته. و حالا شما این رو در چی میبینید؟ آیا اینکه آقای روحانی میخواد زمینه دوران بعد رو برای خودش محکم بکنه، تعریف از سپاه میکنه، مراتب ارادت به مقام معظم رهبری غیره غیره. آقای روحانی، انتخابات ما اینجا نمیبینیم، دنبال چیه؟ شما حس و حالتون از این ماجرا چیست؟ والا آقای دکتر نوریزاده، به نظر من اجازه بدید که اصلا فراتر از تحلیل بریم. من بر اساس اطلاعات عرض میکنم. آقای روحانی به پاره از دوستانش هم گفته که وعده هایی که من در انتخابات دادم نمیتونم انجام بدم مگر اینکه خودم رهبر باشم. و من نمیدونم، حالا این تیکش رو واقعا اطلاعات دقیق ندارم که حالا آقای خامنه ای چقدر نامساعده، چقدر بده،
به این خبرهای شفتاب نیوز و اینا باور ندارم که اینایی که آقای خامنه ای هست بدل آقای خامنه ای. البته عکسایی روی شبکه های اجتماعی گذاشتن از دو تا عکس آقای خامنه ای که شکل گوشش با هم فرق داره و هم سالم، ولی فکر نمی کنم، چون پاره شایعات میگه اینقدر حال ایشون بده که اونی هم که میاد حرف میزنه بدلشه، فکر نمی کنم درست باشه. ولی آقای روحانی در واقع در این مسابقه رهبری خیز برداشته که بین مدعیان جایگاه رهبری مثل مجتبی خامنه‌ای یا آقای رئیسی یا صادق لاریجانی ایشون رهبر بعدی بشه. خیلی هم ظاهرا اعتماد به نفس داره برای این کار، به همین دلیل سعی کرده که با جناح‌های پرقدرت اصولگراها مثل همین سپاه، مثل بخش‌هایی از بیت رهبری دست دوستی بده، به دل اونها راه بره. در عوض مثلا آقای صادق لاریجانی رو به عنوان کسی که به هر حال رأس قوه قضاییه به شدت زیر ضرب گرفته. البته دیدید دیگه تو همین یکی دو هفته گذشته جنگ حسابی مغلوب است بین دستگاه اطلاعاتی آقای روحانی که خب هر روز یه سند به واسطه وبسایت ها و امکاناتی که دارن رو میکنن که دختر آقای صادق لاریجانی جاسوس انگلیس هاست، پول گرفته. باز خود این داستان ها هم البته یک کمی عجیب و غریب آقای نوریزاده. نه. در عصر اینترنت کسی کپی نمیگیره برداره ببره تو خیابون مثلا بله. بده به دست یه مأمور MI6. به هر حال این ماجراها ماجراهای دعواهای بر سر رهبری، من شخصا آقای دکتر نوریزاده به عنوان اینجا به عنوان یک سیاست پیشه عرض می‌کنم، یعنی کلاه تحلیلگرمو بذارم کنار، به قول لغت انگلیسی کلاه سیاست پیشگیمو سرم بذارم، به نظرم آقای روحانی اشتباه استراتژیک بدی داره میکنه. ایشون در مسابقه برای رهبر شدن داره مردم رو از دست میده و بدون مردم تصور این که حالا با سپاهی ها زد و بند میکنه، با بیت رهبری زد و بند میکنه و از مجاری داخل نظام میاد و قدرت رو قبضه میکنه به نظر من خامندیشیه. هیچ دلیلی نداره اگر مردم پشت سر آقای روحانی نباشن، اونهایی که اسلحه دارن، پول دارن، زندان دارن، دستبند دارن، رادیو تلویزیون دارن، شورای نگهبان دارن، امکانات دارن، چاقوکش دارن، لباس شخصی دارن، اینا بالاخره امکاناتی است که سرش در بیت و سپاهه. دلیل نداره به همین سادگی قدرت رو بدن دست آقای روحانی. و ایشون تو این راه ببینید کارگرا رو که نداره، ایشون نتونسته برای 4 سال دوره رئیس جمهوریش قدم نتونسته برای صنعت کشور برداره و وضعیت 7 میلیون کارگر صنعتی ما که بزرگترین بخش جامعه ما میشه و 13 میلیون مجموعاً کارگر صنعتی و غیر صنعتی بخش خدمات هم دو نقل واحد های کوچیک و غیره هم داریم، برای معلمین کاری نکرده. سهل است، فعالینشون در زندانن، فعالین صنفیشون، فعالین صنفی کارگرها هم در زندانن و بعدم دزدی های کلان در صندوق ذخیره فرهنگی ها که عددش رو تا 15,000 میلیارد تومان مجلسی ها ذکر میکنن، یه عددی بین 8,000 تا 15,000 میلیارد تومان از صندوق فرهنگی ها حیف و میل شده، دزدی شده و اینجا هم ایشون کاری نکرده، به درد دل اونها نرسیده. الان اومده دانشجو، آقای منصور غلامی رو ایشون به عنوان وزیر علوم معرفی کرده، به روایتی 10 تا وزیر علوم رو آقای خامنه ای رد کرده، ایشون 11 امیه، به روایتی 20 تا 21 وزیر علوم رو آقای خامنه ای نه پذیرفته، ایشون 22 امیه. من حالا به ایناش کاری ندارم، بالاخره رئیس دولت بعد میستاد. یک کسی رو معرفی کرده که 145 تشکل دانشجویی و بیش از 500-600 فعال نشریات دانشجویی تا الان بیانیه امضا کردن که آقا این آدم تو جبهه اصولگراها بوده، تو جنبش سبز سمت احمدی نژادی‌ها بوده،
و فضای امنیتی رو که آقای روحانی قول داده بوده از سر دانشگاه ها برداره، گذاشتن این آدم بدترش خواهد کرد. اگرچه خود آقای غلامی این روزا قسم حضرت عباس میخوره که من با اصلاح طلبان، من نمیدونم دوره خاتمی اینجا بودم اونجا بودم، اگرچه دم خروس خیلی زیاد از سابقه ایشون بیرونه. دکتر سازگارو ببخشید، دکتر سازگارو یه پرانتز من فقط باز کنم در تایید فرمایشات شما. این آقای دکتر غلامی در دانشگاه بوعلی تنها رئیس دانشگاهی بود که به طور رسمی پای اطلاعاتی را به اونجا باز کرد، یعنی سخنرانی براشون میذاش، معاون وزارت معاون امنیت سپاه میرفتن سخنرانی برای دانشجوها میکردن و تهدید و بعد کسی که خطکشی زن و مرد و اصلا یا آدمی است به یعنی ریختش به حالا کابینه آقای روحانی هم کابینه نمیدونم حضرت عباس نیست، ولی واقعا صلواتی نیستن همشون، ولی این یکی توشون دیگه خیلی زور داره، مثل همون وزیر ارتباطات. یعنی این دوتا خیلی آدمو اذیت میکنه که آقای روحانی تحفه انتخاب کرد آورد. اینا به کابینه احمدی نژاد میخورن نه به کابینه روحانی، توهین به دانشجوهاست. دقیقاً ببینید، دست کم این آقای غلامی رو با عرض معذرت این لغت رو به کار من بعد آدم ابن الوقتی دونست که تو مملکت کم هم نیستن، تو این حکومت کم نیستن، کسایی که نونو به نرخ روز بخورن، وقتی این طرفی ها میان سر کار ببینن بعد از این وره به ساز اونا برقصن، بعد با اینا به رنگ های مختلف در بیاد. بنابراین به نظرم انتخاب آقای غلامی اشتباه دیگری است که ایشون یه بخش بزرگی از جامعه رو داره از دست میده باهاش. برای سایر زمینه هم که ایشون قدمی بر نداشته، سر مسئله حزب، سر مسئله آزادی های مدنی، مطبوعات غیره و آزادی های اجتماعی، حل معضلات بزرگ. ببینید کشور داره همین جوری در جا میزنه، همین جوری مثل قفل شده ایستاده، نه مشکل تورم، نه مشکل رکود، نه مشکل بیکاری، نه مشکلات بزرگی مثل مشکل آب، مشکل اجتماعی، اعتیاد، غیره غیره، هیچ کدوم حل نشد. همینطوری دولت این دستشو به اون دستش میماله، این دستشو به اون دستش میماله، دفع الوقت روزمره. حالا که گفت گل بود به سبزه آراسته شد، مبارک خیلی خوشگل بود، آبلم در برد، حالا که تحریم‌های جدیدم امریکا گذاشته روی سپاه، که خب تمام اون کاخ آرزوها و اونم غلط بود اصلا، اون تصور که ما برجام رو امضا میکنیم حل میشه، دنیا میاد تو ایران سرمایه گذاری میکنه، مگه تو این 37-8 سال گذشته کی رفته تو ایران سرمایه گذاری بکنه؟ دکتر سازگار، راجب سپاه آمریکا اجازه بدید اونو یه بحث مفصل میخوام راجبش بریم. اینجا میخوام از شما سوال کنم به عنوان یک ایرانی، یک فعال سیاسی، یک دانش آموخته تاریخ و انسانی که دیر سالیست در کنارتون با هم بودیم و صحبت کردیم، من شما را آدمی میدونم که تمام ذرات وجود ضد تبعیض نژادی و مذهبی است. درک من اینه که اصلا برات مطرح نیست دین کسی چیه یا قومیتش چیه. وقتی دیدی سپنتا رو از انجمن شهری از میکشن بیرون چه احساسی داشتی؟ وقتی مردک نادانی مثل محمد یزدی میاد میگه خلاف شرعه، کدوم شرع؟ چرا نباید سپنتای نازنین مردم شهرش رو نمایندگی کنی؟ واقعا تعبیر شما چی بود از این کار اینا؟ والا آقای دکتر، روحانیت ما متکی به فقه شیعی که شکل گرفتنش از زمان شیخ مرتضی انصاری در قرن 19 هم به این شکل امروزی بافته شده به هم، و آقایون فکر میکنن این از پشت پیغمبر مثلا نازل شده به زمین. نه خیر، شما این فقه و تاریخش رو که نگاه میکنید کاملا، اولا فرض انسان پشتش یک فرض قرون وسطایی است. اصلا انسانی که پشت این فقه نشسته و این احکام برای او تعریف شده انسان مدرن نیست، که انسان محقه، انسانی که به ماه و انسان یک حقوقی داره، بلکه
نوع انسانی است که در قرون وسطا مطرح بود، انسان تکلیف مداری است که فقط یه سری تکلیف باید بارش بشه از نوع دینی. مثلا این فقه آقایون که بسیار ستبر و در واقع عقب افتاده است، همونی که خودشون میگن شرع بهش. بله، این اولین چیزی که به ذهن من اومد نیست که این روحانیت ما، آقای شیخ محمد یزدی یکیشه و بقیهشون از ما قبل مشروطه تا الان آقای دکتر نوریزاده هیچی یاد نگرفت، هیچی. خیلی عجیبه، یعنی این مقدار عقب افتادگی و ارتجاع در واقع بازگشت به گذشته قرون وسطا، اونم نیاموختن از دنیای جدید و تکیه به یک سری احکامی که برای انسان دیگری در دنیای دیگری مفید بوده، در عصر کشاورزی ایران و احکام چاه آب و انسانهای اون روزگاران یه وظایف و حقوقی رو تعریف کرده بودن به اقتضای اداره اون جوامع، هیچ تناسبی با اداره جوامع جدید نداره. و به خصوص عرض کردم انسان جدید حق مداره، به ما و انسان حقوقی داره که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به بهترین شکل تعریف شده. این آقایون، آقای دکتر نوریزاده، هیچ یاد نگرفتن. یعنی هنوز آقای شیخ محمد یزدی به استناد یه حکم مندرس فقهی که اگر جایی مسلمین اکثریت باشن غیر مسلمین نمیشه بیان حاکم بشن. ببینید اصلا خود فرضهای ما قبل این چقدر عقب افتاده است. در عصری که انسان‌ها صرف نظر از دینشون، باورشون، رنگشون، نژادشون، جنسیتشون برابرن، اعلامیه استقلال امریکا که جفرسون 230 سال پیش نوشته، متکی به آراء جان لاک، سنگ بنای فصل نوینی رو گذاشت که بعداً اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر انقلاب فرانسه از موارد اون ملهم شد و بعداً تکاملش در 1948 در اعلامیه جهانی حقوق بشر بود که واقعا سند پر افتخار دوران ماست، دوران قرن 20 و 21 هنوز معتبر و یک به اصطلاح اجماع جهانی به وجود آورد. اتفاقا خود جمهوری اسلامی، خود ایران در دوره محمد رضا شاه امضا کننده این سند و جمهوری اسلامی هم تعهدات رژیم قبلی به گردنش، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر. دکتر سازگارا، دکتر سازگار عزیزم، در انقلاب مشروطه رئیس شهربانی مشروطه یفرم ارمنی است، مسئول مالی شاهرخ زرتشتی است. آدم اینا رو میبینه شرم میکنه که 100 سال بعد ما به این نقطه برسیم. یفرم ارمنی شاید دکتر نوری زاده، شما ببینید شیخ فضل الله نوری پرچمی رو بلند کرد، بحث مشروعه رو مطرح کرد و جلوی مشروطه که ملهم از انقلاب کبیر فرانسه بودن مشروطه خواهای ما، بله، و اون حرفا رو میزدن و همینطور هم که گفتید فرقی بین ارمنی و زرتشتی و مسلمان قائل نبودن. همون موقع هم دیدیم دیگه، وقتی استبداد صغیر میخواست بشه این روحانیون بودن که به استقبال به رفتن زیر جل آقای محمد علی شاه و لیاخوف روسی مجلس رو به توپ بستن. ببینید ماجرای انقلاب مشروطه هنوز حل نشده. به قول خدا رحمتش کنه عزت صحابی، اول انقلاب که تو اون جمع انشابیون نهضت بودیم، یه بار حرف خوبی میزد، میگفت این آقای خمینی انتقام شیخ فضل‌الله نوری رو میخواد از ما بگیره. دقیقا و همین هم شد در واقع. آقایون روحانیون سنتی ما، اینی که من میگم از ما قبل مشروطه یک قدم جلو نرفتن، بله، آمدن انتقام مشروع خواهی همسال شیخ فضل الله رو از مشروط خواها و عصر مدرن بگیرن. این خیلی خیلی پندآموزه که در تهران بزرگراه شیخ فضل الله نوری شما داری، اما بزرگراه سید محمد طباطبایی یا سید عبدالله بهبهانی، دو تا سید معروف مشروطه، اونام روحانی بودن اتفاقا، نداری. و یعنی کاملا این رژیم در واقع رفت به سمت برگشت ما قبل انقلاب مشروطه، اساسا ضد دنیای مدرن دیگه، ضد عصر مدرن با این تصور، تصوری که شاید تخمش رو بیشتر از همه در دنیای اسلام سید قطب کاشته، بله، اون کتاب جاهلیت قرن 20 اینی که ما از دنیای مدرن رو باید بندازیم دور، بله بله، و برگردیم
به اسلام نخستین که از دید این آقایون یعنی اسلام فقاهتی، اسلامی که در واقع انسان متصور در اون مال قرون وسطاست، بقیه باورهاش هم مال قرون وسطاست. به قول دکتر سروش یه بار در یه نوشته گفته بود که آقا این الهیات و طبیعیات یک ساختمان دو طبقه است. وقتی طبیعیاتش بینش آدم به دنیا در عصر مدرن عوض شده، اون طبقه دومش هم میاد پایین، باید عوض شه. این آقایون تصور میکنن که نیازی ندارن. ببینید عصر مدرن انسان دیگری در دنیای دیگری در واقع متولد شده، اگرچه فیزیکالی آدم کماکان رو کره زمینه، ولی بینش ما به تمام عالم، به دقیقاً قوانین عوض شده. این آقایون نمیفهمن، یعنی نمیتوانند، نخواستند این فقه خودشون رو دگرگون کنند و اصلا فقه رو اینطور سرطانی شده مرکز همچین ببرن به یه حاشیه، بشه یه بخش. به قول غزالی میگفت آقا این یکی از اتاقای بنای دینه و اتفاقا دنیایی ترین بخش دینه. دین برای معنویت، برای عرفان، برای نیایشه. این تصور آقایون یه چیز خوش عقب افتاده و بر اساس همین هم گریبان سپنتا نیکنام رو در شهرستان یزد گرفتن. به همین دلیلم آقای دکتر نوریزاده، آقایون، خانم کار یه کتاب بسیار درخشانی نوشته راجع به احیا کردن حاکم شرع در دوره جمهوری اسلامی. بله. به درستی به عنوان یک حقوقدان خانم کار دست گذاشته که این آقایون سیستم قضایی رو که در ایران بر اساس نوین در دوره رضاشاه به دست مرحوم داور و دیگران پایه‌گذاری شد، دادگستری نوین، برگردوندن محکمه شد. دردای این آقایون بود. بله. ورداشتن اینجا رو زودتر از همه چنگ انداختن. دقیقاً. و در واقع به جای سیستم نوین دادگستری که خب حساب داره، کتاب داره، قانون داره، عملاً حاکم شهر رو احیا کردن که یه روحانی بشینه هر کاری دلش بخواد بکنه. به همین دلیل هم قوه قضاییه تبدیل شد به فاجعه بارترین بخش جمهوری اسلامی. دکتر سازگار، دکتر سازگار یه لحظه درنگی بریم آهو خانم رو گوش بدیم. این دوست درگذشته ما محمود استاد محمد که بازیگر تئاتر بود، نویسنده بود، یک شعر گفت، یه ترانه گفت برای بانویی که عاشقانه دوستش داشت، آهو خردمند، و مارتیک هم این رو خوند. اینو اول گوش میدیم با هم، یه خوده از این فضای آخوندی بیایم بیرون، از این فقه مرتجع بیایم بیرون، به ستایش های آهو خانم گوش بدیم و باز میگردیم. با ما باشه. با درود دوباره دکتر سازگارا، آقای روحانی چند روز قبل صحبت هایی کرد، اشاره فرمودن که این صحبتشون که هیچ تصمیم استراتژیک و راهبردی در عراق، سوریه، لبنان، شمال آفریقا و خلیج فارس نمیشه گرفت بدون جمهوری اسلامی. این حرف خیلی به آقای سعد حریری برخورد و ایشون در لبنان صحبت کردند که اولا ما تمام تلاشمون این بود که لبنان رو از این درگیری ها بیرون نگه داریم، مثل ایران در جنگ جهانی اول، لبنان هم میخواد توی جنگ سوریه بیطرف باشه، گویا که یکی از در نوکرای دمشق، حزب الله و غیره تو کابینه هستن. بعد ایشون گفت من به آقای روحانی و امثال روحانی اجازه نمیدم، ما دولت مستقل هستیم و وصایت کسی رو هم قبول نمی کنیم، اینجا کشور اشغال شده نیست، ولی خیلی طبیعی است که جمهوری اسلامی هدفش برقراری سیطره خود بر لبنانه، ولی ما جلوش میایستیم تا آخرین نفس. و مثلا آقای روحانی رو معتدل و پرگماتیک میدونست. خب اینم در بعد خارجی آقای روحانی. و خب شما در جریان بودین، آقای تیلرسون رفت به ریاض، در اونجا نخست وزیر عراق هم اومد نشست، آقای حیدر عبادی با پادشاه سعودی، خیلی هم سعودی ها کیسه رو گشودن برای بازسازی عراق و تلاش برای جذب عراق، و این بر جمهوری اسلامی هم گران آمد. یعنی دیدیم بلافاصله معاون دفتر سیاسی حماس رو به تهران دعوت کردن،
در حالی که حماس با فتح داشتن با هم سازش میکردن. آیا آقای دکتر سازگارا با همه این تجاربی که داشتید اینها رو نشونه سردرگمی یک رژیم نمیدونید که وحشت زده داره همینجوری چنگ میزنه، دندون نشون میده، ناخون نشون میده، با توجه به آنچه در امریکا داره اتفاق میفته که دارم میخواد شما برای بینندگانمون بازگو کنید چه خبر داره در امریکا اتفاق میفته توی کنگره؟ بذارید من به یه مقاله بسیار مهمی که آقای ری تکیه که زمانی مشاور آقای اوباما بود و بعدا با ایشون بر سر اتفاقا همین سیاست‌های ایران اختلاف پیدا کرد، الان هم ایشون دانشگاه جانز هاپکینز، و راول گرخت که زمانی مأمور CIA بود در اتفاقا مسائل ایران و غیره، البته شاید 25 سال پیش از CIA بیرون اومده و الان یک کارشناسی است که چند کتاب هم نوشته و مقاله اینها در فاندیشن بنیاد دفاع از دموکراسی کار میکنه. این دو نفر یک مقاله نوشتند، آقای نوریزاده، در وال استریت جورنال چاپ شد که خورد اتفاقا این مقاله مهم این دو نفر به همون اعلام آقای ترامپ و لای اون هیاهوی خود گم شد. اما این نکته ای رو در این مقاله این دو نفر انگوش گذاشتن که من هم کاملا موافقم، به عنوان به هر حال یک کسی که دست نزدیکتری از امثال این آقایون به آتیش سیاست در ایران داریم، امثال من و شما، در این مقاله این دو نفر گفتن آقا تمام علائمی که در چند سال آخر حکومت شوروی دیده میشد در ایران دیده میشه و ایران وارد فرایندی شده که فرایند سقوط نظام شوروی بود، یعنی ایدئولوژی این نظام از نفس افتاده. همین اسلام فقاهتی، ولایت فقیهی که یه به اصطلاح ازدواجی هم با مارکسیسم و چپ و چپگرایی داشت و قرائت ایدئولوژیک انقلابی که شریعتی درست کرد، این ایدئولوژی به درستی دست گذاشتن، در ایران از نفس افتاده، اکثریت یعنی کارآمدی هم نداره و آزمون بدی هم پس، مردم هم پشت کردن دیگه، حالا مسخرهش میکنن، اصلا جوک براش میسازن، حرفای هم امثال همین شیخ محمد یزدی و آقای خامنه‌ای و غیره و غیره. اکثریت مردم مخالف، آمارهای مختلف، سنجش‌های مختلف نشون میده نزدیک به 90%، 90 و چند درصد مردم مخالف حکومت. همین ماجرای تحریم سپاه، هم آقای محسن رضایی هم آقای ظریف این اشتباه رو کردن، در واقع یه جور پرسش هم کردن با همه یه حضور سازمان یافته حکومتی ها، اعداد 80-20، 90-10، این طرفی ها نوشتن آقا بنده هیچ سپاهی هم نیستم، با سپاه هم خیلی مخالف، یعنی به من یکی از ارکان این نظام. نکته دیگه این که حکومت در درون خودش سردرگمی دیگه داره، ساختارش در واقع هم آنچنان که حزب کمونیست شوروی رسیده بود به یک جایی که اون ساختار که همه چیز میرفت به کمیته مرکزی و دفتر سیاسی، از اونجا تصمیم گرفته میشد، از نفس افتاد، نمیتونست مشکلات شوروی رو حل کنه، اقتصاد به گل نشسته بود. در ایران هم ساختار نظام ولایت فقیه و فساد گسترده‌ای که از شخص آقای خامنه‌ای زیر عبای ایشون تا پایین‌ترین ارکان، تا بیت آیت الله ها، تا سپاه، تا غیره، مملکت رو گرفته، فضایی رو به وجود آورده که مشکلات اقتصادی کشور نمیتونن حل کنن و نکردن، و مردم روز به روز ناراضی‌تر و نارضایتی‌ها از جنس هزاران نفر مال باخته مثلا در صندوق‌های اعتباری یا در کارخانجات، مؤسسات غیره که روزانه ما شاهدش هستیم. و این که در عرصه جهانی هم به طور طبیعی این نظام ها، این دو نفر در مقاله درستی دست گذاشتن، وقتی که بحران مشروعیت در داخل پیدا می کنن، میرن به سراغ کشورگشایی، به سراغ دست دراز کردن در منطقه که برای خودشون مشروعیت درست کنن، و به قول اون جمله معروف که آخرین سنگری که هر شارلاتانی هم پشتش قایم میشه ناسیونالیزمه، هر از گاهی هم آقایون برای اینکه تو عامه مردم خودشون رو مشروعیت ببخشن، میگن ما عمق استراتژیکمون در منطقه است برای حفظ امنیت در ایران، حفظ ایران
و سینه زدن برای ایران ناچاریم بریم مثلا در سوریه و یمن و عراق و افغانستان و اینا آدم بکشیم، کار تروریستی بکنیم، یا برن پشت حماس و غیره و غیره. ببینید این به حال این مقاله معتقدم هست که میگه وقتی هم که میرن بیرون از ایران فعال میشن، بیرون از کشور میرن مثل شوروی، هزینه هاشون میره بالا و خزانه کشور خالی تر هم میشه، مشکل اقتصادی در واقع افغانستان یکی از اصلی ترین زمینه های فروشکستن بود و الان یمن، سوریه، هزینه ای که دارن میدن حزب الله، اینا همه همون دیگه، همون به نوعی. حالا شوروی در یه جا درگیر بود، آقایون در 6 جا، اونم با حجم میشه، اونم با حجم میشه. ببینید آقای خامنه ای دیروز صحبتی کرده دوباره رو همین طبل کهنه که به قول دوست ما میگفت واژه ها دیگه دست ایشون خسته شده از بس که تکرار میکنه. ایشون دوباره این که ما توان دفاعی من قابل مذاکره نیست، دوباره یعنی موشکی، و از اون طرف هم عمق استراتژی که ما در منطقه است، بنابراین سیاست منطقه ایمون هم ادامه خواهد. یعنی این قطار زنگ زده حزب کمونیست شوروی رو که برژنف 18 سال روی همون ریلا راه برد تا داغون شد از نفس افتاد، آقای خامنه ای هم در طی دوره رهبریش این قطار زنگ زده انقلاب اسلامی رو و جمهوری اسلامی رو با همون مدار میخواد راه ببره و دوباره این حرفا رو هم تکرار میکنه. من همینجا عرض کنم، یکی از بیننده های برنامه ما برای بنده نوشته بود که شما که میگید مثلا از آقای ترامپ استقبال کردید از سیاستاش، موشک ما اگه نسازیم که خب عربستان 110 میلیارد دلار اسلحه خریده ما رو میخورن و غیره. اولا بنده، حالا بنده و شما هیچ وقت نه از آقای ترامپ دفاع کردیم نه از کسی خواستیم، نه موافق کسی بودیم در این برنامه نه مخالف کسی، ولی توان موشکی ایران هم کسی نمیگه که ایران توان دفاع از خودش رو نداشته باشه. معلومه. اصل سوال اینجاست که اصلا به چرا ما باید اینقدر دشمن درست کنیم؟ چرا ما باید اینقدر با آمریکا دعوا کنیم و با اسرائیل و بعد با عربستان که بعد ناچار شیم دست به این ماجراجویی های نظامی بزنیم؟ و اصلا خود این تئوری که ما باید بریم به حوثی های یمن اسلحه بدیم که بجنگن با عربستان برای اینکه امنیت در ایران حفظ بشه، یکی از غلطترین تئوری هاست. کی گفته همچین چیزی؟ یا ما در سوریه باید از قصاب دمشق پشتیبانی کنیم، نیم میلیون مردم سوریه رو بکشیم، دست آقای خامنه ای و عوار انصارش با مرفق در خون باشه برای اینکه در ایران امنیت بشه؟ اصلا این تئوری از کجا اومده؟ غلط این تئوری. اتفاقا عامل بحران در مملکت ما و در منطقه همین کارا، یا در افغانستان به طالبان الان کمک بکنن، عجیبه، یا در عراق هشت و شعبی که در کرکوک همین چند روز گذشته این جنایت ها رو کرده، 100,000 آدم آواره شدن رفتن. ببینید این اتفاقات اتفاقا، یعنی پاسخ این دوست عزیز و بیننده برنامه ما این است که آقا اصل استراتژی غلطه. و بعدم این تصور که آمریکایی‌ها میخوان اینا رو سرنگون کنن، آمریکایی‌ها نه ایدئولوژی که نظامشون، نه دوستی و دشمنیشون بر اساس ساختارهای نظام‌ها و غیره، یک کشوری پراگماتیست، ستاد در واقع سرمایه‌داری جهانی هم هست، چرخش بزرگ اقتصاد دنیا ستادش در آمریکا میچرخه و نه دشمنی خاصی با کشوری داره نه دوستی خاصی داره. کی گفته به نظر کی ما باید مثلا این همه خسارت بدیم برای اینکه اسرائیل از صحنه روزگار محو شود؟ به ما چه؟ ما آقای دکتر سازگارا، ما داختر از محمود عباسیم مثلا که موشو توی مبارزه سفید کردی. نمیتونن در واقع این است که این کارهایی که آقایون میکنن به یک معنی آقای دکتر نوریزاده راه بردن اون قطار زنگ زده رو همون مداره، یه ذره عمق‌ترش در واقع تصورشون این است که با این کارا میتونند پایگاه مشروعیت ضربه خوردهشون در داخل رو بازسازی کنن و نظام رو که از نفس افتاده نمیتونه مشکلی رو حل کنه به این ترتیب نجات بدن. و حاصل اینها هم به نظر من چیزی نخواهد بود جز همون روندی که در واقع امثال شوروی طی کردن. به نظرم دکتر سازگارا، دکتر سازگارا، سقوط حکومت های توتالیتار خانم هانا آرنت داده که کاملا هم ایران داره از اون سفازی که خانم هانا آرنت در بله حکومت توتالیتار میگه پیروی.
دکتر سازگارا یه نکته رو من اینجا خدمتتون بگم. یه وقت هست که بنده و شما میگیم معلومه کشورمون باید توان موشکی داشته باشه، توان دفاعی، که در صورتی که مورد دشمنی و حمله قرار گرفت از خودش دفاع کنه، مثل جنگ ایران عراق. ولی امروز آشکار شده باعث جنگ ایران عراق هم خمینی بود، و امروز همینطور که شما اشاره میکنید این دشمنی ها که ایجاد شده بیدلیله. یعنی زمانی که ما با عربستان دوران آقای خاتمی روابط نزدیک داشتیم، صدها میلیون دلار از این رابطه نزدیک در سال عاید ما میشد. نمایشگاه کالا ایران در دیگه روستاهای عربستان، از آدامس خروسنشان تا پفک نمکی تا ما و شعیر، عاشق جنسای ایرانی بودن سعودی ها. چقدر زعفران، خاویار و غیره. حالا این بازار رو از دست دادیم و دشمنی هم داریم میکنیم، و با موشک تایرن ابابیل و سجیل ما نمیتونیم به جنگ آمریکا بریم. آخه ببینید اینا هم روشنه، یعنی حاصل این موشک ها که آقایون فرمانداران سپاه فکر میکنن دیگه قدرت عالیه دارن، اینه که ایران رو نابود میکنه. یعنی کافیست یکی از این موشک ها بره بخوره به آرامکو، یکی از این موشک ها به یک کشتی آمریکایی بخوره، اون وقت واویلاس قصه. و اینا دقیقا آقای دکتر سازگارا حس میکنه آدم اومدن یک ایران ویران به جا بگذارن و بعد سایهشون رو کم بکنن برن. یعنی دقیقا یک ذره مهر به ایران تو دلشون نیست. ولی ما چقدر نقش تصورات عجیب و غریبی از این عالم دارن. آقای خامنه‌ای فکر کنید دنیای هیئت مدیره داره، تئوری توطئه بزرگ تو ذهنشون هست، اون پشت یه عده یهودی که مثلا کله هاشون که اینقدر نشستن دنیا رو اداره میکنن، همه سیاستمدارا عروسکن بازیچن، معلوم نیست. ایشون لحظه با خودش فکر میکنه آقا این چه راز بزرگیه که شما رو دوشکه تو تهران میدونی، این همه سیاستمدار، روزنامه نگار، استاد دانشگاه، آدم تو دنیا نفهمیدن این راز رو، همه بازیچن، یه نفرم فعلاً دیفکت نکرده مثلا بیاد اعتراض کنه بگه آقا من دیگه مثلا نوکر این سن. تصور ایشون نیست که تمام سیاستمدارای اروپایی، تمام سیاستمدارای آمریکایی، غربی، ژاپنی، کره ای، اینا و همه نوکر یک توطئه بزرگ یهودیا و پشت پرده دنیا هستن، اینو میارن اونو میبرن. ببینید این تصور وقتی آدم یه همچین مالی خولیایی داشته باشه در نگرش به دنیا، حاصلش هم این میشه همش این دشمن دشمن که آقای خامنه یه بار چمرده بودن توی صحبت یک ساعته 55 دفعه ایشون لغت دشمن رو گفته بود تقریبا دقیقه یه بار. این دشمن ایشون منظورش آمریکا و اسرائیل هم نیست، پشترش یک به اصطلاح یهودی ها و یه عجیب غریبی هستند که اونها دارن صهیونیسم جهانی، این لغتی که آقایون یاد گرفتن، در حالی که تو آمریکا ورلد زاینیزم یکی از 52 تا سازمان بزرگ یهودی های آمریکا. اصلا این تصور وارونه دیدنی از دنیا دارن و همین هم باعث شده واقعا مملکت رو به تباهی برده. این مسابقه تسلیحاتی که شما میگین، من فقط یادی از قائم مقام فراهانی، اون مرد بزرگ، بکنم که وقتی یک عده از همین ملایان اتفاقا روی طبل میکوبیدند که با روسیه جنگ بکنن و آخرم کردن و دو جنگ درگیر شد که در هر دو ما شکست خوردیم، یه حرفی زد، گفت کشوری که درآمدش نیم کرور تومانه با کشوری که 10 کرور تومان درآمدش دعوا نمیکنه، جنگ یعنی 1 به 20 بود درآمد اون موقع ما به روسیه. الان ایران تولید ناخالص داخلیش خیلی دست بالا بگیرین 400 میلیارد دلار. درسته. تولید ناخالص داخلی امریکا 20,000 میلیارد دلاره. کشوری که 1 به 50 تولید ناخالص داخلی ما با آمریکا، خودشو با یه همچین غول بزرگی بی خودی در نمیندازه. بله. مملکت رو به فرسایش برده، 38 سال کشمکش با آمریکا از فردای پیروزی انقلاب و گروگانگیری تا همین امروز. ببینید این اون نکته ایست که به آقایونم بگین ما نمیخوایم نوکر باشیم. مگه این همه کشور، مگه ژاپن، کره، سوئد، آلمان، این همه کشور تو دنیا دارن زندگی میکنن نوکر آمریکا؟ مگه اصلا نه. روابط دنیا این شکلیه آقای دکتر سازگارا؟ اصلا استعماره. ایشون بهتر میفهمن چون در لحظه ولادت مطابق شهادت خواهر ناتنیشون میگفتن یا علی. در حال میبخشیم ما که سیر نمیشیم
این شبای پنجشنبه‌مون رو باید مکررش کنیم، کم اختیار داریم، باید یه خود بیشتر با هم در هفته گپ و گفت داشته باشیم. هموطنانمون دوست دارن و دلشون میخواد، اظهارات شما براشون دلپذیر راهگشاست و بنابراین انشالله در ماه آینده ما تعدادش رو زیاد خواهیم کرد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. به اتفاق دوست عزیزم دکتر محسن سازگارا، تا هفته آینده با دکتر سازگارا و تا فردا خود بنده در خدمتتون، شما را به پروردگار عاشق می سپارم. Thank you.